آزادی بیان، یلون زیو، فری سپیچ. خانم شیرین آبادی، لطفا نظر خود را درباره پروژه بحث آزادی بیان برای ما بگویید. این پروژه میتونه بسیار مفید باشه برای اینکه یکی از آسیب شناسی های اجتماعی ما در ایران این است که تحمل ما برای شنیدن صدای مخالف و عقایدی متفاوت با آنچه که میاندیشیم خیلی بالا نیست. بنابراین بایستی با تمرین مدارا درجه تحمل رو برد بالا. خانم عبادی، نظر شما راجع به 10 اصل ما چیست؟ اصول مناسب و قابل قبول است و تقریبا مسائلی است که در هر بحث آزاد بایستی رعایت بشه. و به نظر شما کدوم یک از این اصول برای ایران مشکل ساز هستند؟ وقتی که شما میگید مشکل، ما بایستی نگاه به دولت و قوانین دولتی داشته باشیم و یک نگاه هم به جامعه خودمون. در نگاهی که به دولت و قوانین دولتی داریم، باید بگم که متاسفانه کلیه این اصولی که شما گفتید در عمل در رابطه با حکومت مواجه با مشکلاتی است که تفصیل اون بسیار مفصله و اگر وقتی باشد بعدها من یک به یک خواهم گفت مشکلاتی که داره. و اما در رابطه با مردم، وضعیت البته بهتره. خوشبختانه مدارای مردم برای شنیدن عقاید مخالف به نسبت حکومت خیلی بالاتر و بهتره، اما نمیتونم بگویم که ما کاملا بی نقص هستیم. این مدارا رو بایستی خیلی بیشتر از این تقویت بکنیم بین مردم. و آیا میتوانید کمی راجع به آزادی بیان در ایران صحبت کنید؟ در قانون اساسی به آزادی بیان اشاره شده و گفته که باید محترم شمارده بشه، ولیکن حدود اون رو گذاشتن بر عهده قوانین عادی. در قوانینی که بعداً به تصویب رسید، متاسفانه آزادی بیان در ایران بسیار محدود شد. به عنوان مشت نمونه خروار میتوانم به قانون مطبوعات اشاره کنم که در قانون مطبوعات قید شده انتقاد از قانون اساسی در نشریات ممنوع است و باعث تعطیل نشریه می شود. بنابراین وقتی که حتی شما نمی توانید عقیده خودتون رو راجع به قانون اساسی کشورتون در یک نشریه درج بکنید و اگرم بخواید چیزی بنویسید فقط بایستی به به و چخ چخ بگویید، این مسلمه که دیگه دامنه آزادی بیان چقدر میتونه محدود شده باشه در ایران. در ایران ساختن هر فیلم و یا اکران هر تئاتری موکول است به اینکه فیلمنامه یا سناریو رو قبلا دولت ببینه، تایید بکنه، بعد از اینکه فیلم ساخته شد دو مرتبه بازبینی میکنن و در تمامی اینها تیغ سانسور وجود داره. در مورد چاپ کتاب در ایران طبق قانون هر کتابی که بایستی چاپ بشود باید قبلا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار بگیره، بعد اجازه چاپ بدهن. رویه اونها هرچند که ادعا می شود طبق قانونه، ولی این قانون به درستی اعمال نمی شود و این قانون برخلاف قانون اساسی است. به هر حال در اثر چنین ممیزی در وزارت ارشاد باعث شده که کتاب های بسیاری اجازه چاپ نتونستن طی سال ها بگیرن.